تسلط بر تفکر به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد همانطور که از عنوان این بخش پیداست میخواییم در مورد تسلط و مدیریت و کنترل تفکر صحبت بکنیم اینکه چگونه با مدیریت و کنترل افکار و نحوه نگرش به موضوعات خاص کیفیت یادگیری رو بالا ببریم اینکه چگونه با کنترل و تسلط بر فکر خودمون انگیزمون رو در جهت یادگیری بالا ببریم مطالب این بخش از یک تئوری و دانش بسیار جالب و تاثیرگذار به نام NLP سرچشمه می گیرد. اجازه بدید کمی در مورد دانش NLP صحبت کنیم و NLP رو بیشتر بشناسیم. دانش NLP توسط آقای ریچارد بندلر در دهه 1970 میلادی بنیان گذاری شده. آقای بندلر با تحقیق و بررسی تلاش کرد تا جوابی برای بسیاری از پرسش‌های تکراری که برای انسان ها پیش میاد پیدا کنه. پرسش هایی مثل اینکه چرا عده ای از مردم شاد، سالم و ثروتمندند و عده دیگر فاقد چنین خصوصیاتی و امکاناتی هستند. اون برای به دست آوردن پاسخ این سوالات شروع به بررسی و مقایسه اصول پایعی رفتار، نوع تفکر و جهانبینی دو گروه آدم های موفق و ناموفق کرد. ان مخفف نرو به معنای عصب یا سیستم عصبی یا ذهن که تجربه های ما به وسیله حواس پنجگانه از طریق اون ایجاد میشه ال مخفف لینگویستیک به معنی زبانی یا سیستم های زبانی یا سیستم های ارتباطی غیر کلامی دیگه است که علائم عصبی از طریق اونها به کد تبدیل شده و سپس سازماندهی گردیده و مفهومی را ارائه میکنند یعنی از طریق این سیستم فرایندهای عصبی ذهن به شکل کدگذاری شده منظم و دارای معنی میشن و سپس از طریق زبان سیستم های ارتباطی و سیستم های سمبولیک مثل گرامر، ریاضیات، موسیقی و علامت ها به منصه ظهور می‌رسند. پی مخفف پروگرامینگ به معنای برنامه است یعنی ایجاد توانایی استفاده کردن از برنامه هایی که در سیستم عصبی خود می ریزیم تا به نتایج مطلوب و خاصی برسیم. به عبارت دیگه می توان این فرایند رو ارتباط با خود دونست. به عبارتی NLP در دست گرفتن کنترل ذهن. به بیانی دیگه NLP نحوه استفاده از زبان ذهن برای رسیدن به اهداف و نتایج دلخواه از NLP میتونیم یاد بگیریم چگونه از مغز خود خوب استفاده کنیم. این روش به ما کمک میکنه که از خاطرات تلخ رهایی پیدا کنیم و از خاطرات شیرین بیشتر لذت ببریم NLP باعث تغییر عادتهای نامطلوب و جایگزینی آنها با عادتهای مطلوب میشه و ما را با کار ذهن و فرایندهای اون آشنا کرده و به ما کمک میکنه تا مغزمون رو مانند برنامه های کامپیوتر به تغییر عمل وادار کنیم. به تعبیر دیگه زندگی انسان رو با روش علمی و عملی میتوان تغییر داد روش NLP به ما کمک میکنه تا مغز خود رو اداره کنیم به ما یاد میده که اگر از احساسات و ادراکات خود ناراضی هستیم اونا رو تغییر بدیم و در صورتی که از زندگی خود راضی هستیم از زندگی خودمون بیشتر لذت ببریم همه ما خاطرات تلخ و شیرین در زندگی داریم اما وقتی اتفاقی میفته و خاطره ای در ذهن ما شکل میگیره فقط خاطرات تلخ پررنگتر نزدیک و بزرگتر جلوه میکنن و خاطرات شیرین کمرنگتر میشن و تا جایی که حتی خاطرات شیرین فراموش میشن NLP به ما یاد میده که چگونه خاطرات خوشایند خود رو تصویر سازی کرده و در اثر تکرار به اونها عادت کنیم و اونها رو فراموش نکنیم به خاطر داشته باشید که اعمال ما نشأت گرفته از افکارمون هستند. برای ایجاد هر گونه تغییر در عمل باید تغییری در شیوه تفکر صورت بگیره و چه پرمعنی است این جمله که میگوید افکارتون رو تغییر بدید تا زندگیتون تغییر پیدا کنه آیا هر کسی میتونه NLP رو یاد بگیره و از اون استفاده کنه؟ جواب این سوال به روشنی مثبت و بلیه هر کسی که بخواد در زندگی خود ایجاد بهبود و پیشرفت بکنه میتونه از NLP استفاده کنه کافیس اراده کنید امروز NLP کاربرد گسترده ای در کسب و کار جهت بهبود مدیریت فروش و نیل به اهداف داره NLP در آموزش و یادگیری برای بهتر یاد گرفتن و بهبود روش های مطالعه، پیشرفت روابط دانش آموزان با والدین و کمک به ایجاد انگیزه در فراگیران به کار میره. فروشندگان، مدیران اجرایی، مالکان کسب و پیشه، وکلا، معلمان، مربیان، مشاوران، پزشکان، متخصصین ماساژ درمانی، متخصصین هیپنوتیزم، روانشناسان، دانشجویان و ورزشکاران نمونه افرادی هستند که برای یادگیری NLP اقدام می‌کنند. بدون در نظر گرفتن شغل اغلب افرادی که به دنبال NLP هستند در واقع به دنبال یافتن راه های موثرتر برای افزایش عملکرد و بهبود اثر بخشی خودشون هستند. مراحل کاربردی NLP به طور خلاصه در موضوعات و تمرینات و تکنیکهایی که در ادامه خدمتون ارز میشه خلاصه میشه. برای اینکه در مسیر رسیدن به یک هدف به موفقیت دست پیدا کنید، بایستی چهار مطلب رو مد نظر قرار بدید. یک بدونید چی میخواید و تصویر روشنی از نتیجه مطلوب در همه حال در ذهن خودتون داشته باشید لازمه ساختن تصویر روشن از هدف و نتیجه مطلوب اینه که باید ابتدا تصویرهای تیره و تار قبلی رو که از تجربیات ناموفق و تلخ در راه رسیدن به اون هدف داشتید رو محو کنید دو همواره هوشیار باشید و حواس خودتون رو جمع کنید به عبارت دیگه در حالت مراقبه باشید تا تصاویر ذهنی که باید از هدف خود در ذهن داشته باشید در ذهن شما در حال مرور و یادآوری باشه سه حقیقتی وجود داره و اون اینه که اگر همون کاری رو که همیشه انجام میدادید رو انجام بدید به نتیجه خواهید رسید که همیشه می رسیدید و تغییری در نتیجه ایجاد نخواهد شد پس لازمه که کمی تغییر در برنامه هاتون و کارهایی که انجام میدید اعمال کنید. چهار برای رسیدن به اون چه میخواید و به عنوان هدف برای خودتون تعریف میکنید بایستی انعطاف پذیری لازم رو جهت تغییر برنامه ها و کارهایی که انجام خواهید داد رو داشته باشید. همانطور که گفته شد برای به وجود اومدن تغییر در زندگی ابتدا باید تفکر و اندیشه خودمون رو تغییر بدیم و یکی از راه های مؤثر تغییر افکار تغییر و اصلاح تصاویر ذهنی تصاویر ذهنی تأمین کننده برنامه های زمیر ناخداگاه ما هستند و زمیر ناخداگاه مسئول اجرایی بخش اعظم زندگی ماست اگر تصویر ذهنی که از خودمون در ذهنمون داریم تصویر خوبی نباشه که بتونه ما رو در راه رسیدن به هدفمون کمک کنه باید این چنین تصاویر رو محو کرد و با تصاویر ذهنی مطلوب و عالی جایگزین کرد هر تجربه تلخ و یا شیرین در طول مسیر رسیدن به یک هدف باعث تقویت و یا تضعیف یک باور میشه و باعث تبدیل گمانها به باورها میشن. فکر کردن و تکرار ذهنی یک تجربه تلخ یا شیرین باعث تقویت تصویر ذهنی تلخ یا شیرین و تایید بیشتر اون میشه و در نهایت نتیجه این خواهد بود که شما به موضوعی باور داشته باشید. البته که تکرار ذهنی تجربه های تخ در شما باورهای محدود کننده خواهند ساخت و همچنین تکرار ذهنی تجربیات شیرین و دلخواه در شما باورهای تقویت کننده خواهند ساخت. در ابتدا باید تصاویر ذهنی منفی که در اثر تجربیات تلخ گذشته در ذهن ما ایجاد شده را محو کنید. پس از محو شدن ذهنیت و تصویر ذهنی نامطلوب که ریشه در تجربیات تلخ گذشته دارند، بایستی یک تصویر ایدئال و دلخواه از آنچه مورد نظر است را جایگزین تصاویر ذهنی نامطلوب کنید. برای توضیح بیشتر و کاربرد NLP در زبان بد نیست بدونید که کاربرد NLP در یادگیری زبان بسیار ساده و کاربردیه و در چند تکنیک ساده خلاصه میشه همانطوری که گفتیم یکی از تکنیک های ساده ای که میتونیم به کار بگیریم اصلاح تصاویر ذهنیه اصلاح و تغییر تصاویر ذهنی موجود در ذهن ما که در اثر تجربیات تلخ گذشته یا باورهای غلط و محدود کننده به وجود اومدن اکثر زبان آموزان معمولا تجربیات شیرینی در مورد فراگیری زبان ندارند و همچنین تصاویر ذهنی اونها در مورد زبان و فراگیری زبان تصاویر مثبتی نیستند. شاید تا به حال به این نکته توجه نکرده باشیم که این تصاویر ذهنی منفی تا چه حدی میتونن قدرتمند و موثر باشن و مثل صدی از پیشرفت ما جلوگیری کنند. اما پس از اصلاح تصاویر ذهنی نادرست در ذهنمون و جایگزین کردن تصاویر ذهنی درست به مرور زمان خواهیم دید که تا چه حد تصاویر ذهنی میتونن در کیفیت یادگیری ما موثر باشند. تصاویر ذهنی نادرست دقیقا کنش و رفتار ما را تحت تاثیر قرار خواهند داد. همچنین تصاویر ذهنی احساسات و انگیزه ما رو تحت تاثیر قرار میدن. برای درک بهتر تصاویر ذهنی و پیدا کردن این تصاویر ذهنی اجازه بدید یه مثال بزنیم. به عنوان مثال کلاس زبان رو مجسم بکنید. برای خودتون تشریح کنید که چه میبینید و چه درکی از کلاس زبان دارید. دقیقا با مجسم نمودن کلاس زبان چه تصویری در ذهن شما نقش میبنده آیا ذهنیتی که از کلاس زبان دارید یک کلاس خسته کننده همراه با تعداد زیادی زبان آموز با قیافه های کسل و بیانگیزه و بی انرژی همراه با استادی در حال درس دادن دستور زبانه کیفیت این تصویر چگونه است تصویری روشن و رنگیه یا تصویری تیره و تار در ذهن شماست آیا خودتون رو با این تصویر ذهنی همراه میبینید یا خودتون رو دور از این تصویر ذهنی میبینید آیا این تصویر ذهنی ساکته یا همراه با یک موسیقی دلنوازه؟ آیا به تصویر ذهنی کلاس زبان علاقه مندید و در شما احساس خوبی القا میکنه یا اینکه با یادآوری یا این تصویر ذهنی احساس بدی به شما دست میده؟ تمامی یا بخشی از تصاویر ذهنی که نسبت به کلاس زبان و یا تصاویر ذهنی مرتبط به فراگیری زبان دارید به طور مستقیم احساسات و انگیزه شما و در نهایت کیفیت یادگیری شما رو تحت تاثیر قرار میدن چه تصاویر ذهنی مثبت و چه تصاویر ذهنی منفی بتونید به جای کلاس مرسوم و سنتی و خسته کننده زبان که در این تصویر ذهنی بیشتر زبان آموزان چهره های کسل و بیانگیزه دارند و استاد در حال تدریس دستور زبانه و استاد بالای سر زبان آموزانه و هر نکته منفی که از این تصویر ذهنی در تفکر شماست اصلاح کنید و تصویر ذهنی بهتری رو جایگزین کنید. تصویری روشن و با کیفیت از یک کلاس عالی زبان آموزانی با انگیزه و پرنشاد کلاسی که زبان آموزان دور تا دور همدیگه نشستند و از همدیگه نکات تازه و جالب یاد میگیرند استادی توانمند و با سواد و آگاه از روش های نوین تدریس که کاری که قبل از آموختن مطالب به شما میکنه اینه که در شما ایجاد روحیه و انگیزه میکنه خودتون رو در این تصویر ببینید ببینید که شما یکی از بهترین زبان هستید پیدا کردن تصاویر ذهنی و نکات منفی موجود در تصاویر ذهنی مختلف نسبت به ذهنیت های مختلف و تجربیات مختلف افراد متفاوته. تصویر منفی ذهنی خودتون رو پیدا کنید و با اصلاح این تصویر ذهنی و حذف نکات منفی و جایگزین نمودن تصویر ذهنی درست و مثبت خودتون و ذهنیت و انگیزه خودتون رو کمک کنید. توجه داشته باشید که تکنیک اصلاح تصاویر ذهنی تنها در مورد تصاویر ذهنی مربوط به یادگیری زبان خلاصه نمیشه و میتونید از این تکنیک در مورد هر چیزی که ذهنیت شما و تصویر ذهنی شما تصویر خوبی نیست استفاده کنید و ذهنیت خودتون رو نسبت به اون موضوع تغییر بدید. دقت داشته باشید که تنها با یک بار تغییر این تصویر ذهنی نادرست همه چیز رو به راه نخواهد شد و ذهنیت شما تغییر پیدا نخواهد کرد. تغییر یک ذهنیت و یک تصویر ذهنی نیازمند بارها و بارها تمرین و تکراره. بایستی در حالت مراقبه باشید همانطور که گفتیم و میدونید مراقبه توجه لحظه به لحظه به خوده. باید توجه داشته باشید و مراقب باشید که تصویر ذهنی شما تغییر پیدا کرده و هر بار که تصویر نادرست و منفی قبلی در ذهنتون خطور کرد تصویر جدید و مثبت رو باید برور کنید و به یاد بیارید نه تصویر ذهنی نامناسب و منفی قبلی رو باید به زمیر ناخداگاهتون بفهمانید که تصویر منفی تغییر پیدا کرده و بایستی تصویر جدید رو مرور و الغا کنه. با تکرار این تمرین رفته رفته تصویر ذهنی و ذهنیت شما نسبت به موضوع و در مورد خاص ما که به عنوان مثال کلاس زبان بود تغییر یافته و با جایگزین شدن تصویر ذهنی جدید و عالی انگیزه و احساسات شما نیز تغییر میکنه و بهبود پیدا میکنه و همانطور که در بحث انگیزه هم گفته شد از آنجایی که سهم انگیزه و احساسات در یادگیری 80 درصده بهبود بسیار عالی در کیفیت یادگیری خواهید داشت اتفاقی که با مراقبه و تمرین و تکرار و اصلاح تصاویر ذهنی میفته اینه که شما با مراقبه و تکرار این تمرینات در حال برنامه ریزی مغز خودتون هستید در حال آموزش مغزتون هستید نتیجه این برنامه ریزی ها و این آموزش ها بعد از گذشت مدتی این خواهد بود که با شنیدن و تصور کلاس زبان در ذهنتون دیگه تصویر قدیمی و کهنه و خسته کننده قبلی در ذهن و تفکر شما نقش نخواهد بست با تصور کلاس زبان تصویری روشن ظاهر خواهد شد که اثر دلچسب و خوشایندی در شما خواهد داشت و علاقه من دید که در اون تصویر باشید و خودتون رو به اون تصویر متصل ببینید تصویر جدیدی که براتون مطلوب و دوستش دارید کلاس زبانی که باعث پیشرفت شماست و نه باعث از بین رفتن روحیه و انگیزه شما دقت داشته باشید که کلاس زبان یک مفهوم کلی از تصاویر ذهنی منفی عمومی در زبان آموزانه که در اینجا برای شما مثال زدیم همانطور که گفته شد تصاویر ذهنی منفی و درست نسبت به افراد مختلف متفاوته کلاس زبان یک مثاله ممکنه تصویر ذهنی شما استاد و یا معلم زبانتون باشه و یا خود تمرین ها و مرور مطالب مربوط به زبان باشه و یا هر تصویر ذهنی منفی مرتبط با یادگیری شما که در ذهنتون نقش بسته و حک شده لازمه که شما تصویر منفی ذهنی خودتون رو بیابید و اون تصویر ذهنی منفی رو به چالش بکشید و اصلاح کنید و تصویر ذهنی جدید و مثبتی جایگزینش کنید نتیجه نهایی تصویرسازی ذهنی و NLP چیست؟ وقتی که یک تصویر ذهنی جدید و ایدئال به طور کامل جایگزین تصویرهای ذهنی قبلی و ناخوشایند بشند با مرور و خطور آن تصویر ذهنی در مغز و اندیشه شما احساس جدید و مثبتی نسبت به آن موضوع خواهید داشت و این احساس دلچسب و خوشایند در شما ایجاد انرژی میکنه چیزی که ما احتیاج داریم برای پیشرفت و تغییر این تصویر جدید شما رو به سمت خودش جذب میکنه و در شما ایجاد انگیزه خواهد کرد که با کیفیت بالاتر و عالی فرا بگیرید. شما رو کمک خواهد کرد که سریعتر و ماندگارتر مطالب رو فرا بگیرید. همانطور که قبلا هم گفته شد، طبق تحقیقاتی که دانشمندان حوزه یادگیری و آموزش به خصوص یادگیری زبان انجام دادن زمانی که زبان آموز انگیزه بالایی برای یادگیری داره و زمانی که با اعتماد به نفس بالا فرا میگیره و زمانی که با احساس خوشایند فرا میگیره فرایند فراگیری بسیار سریعتر و موثرتر خواهد بود همواره به خاطر داشته باشید که انگیزه و احساسات بسیار مهمتر از روش یادگیری است که انتخاب کردید البته که روش و متد مهمه اگر شما زبان و یا هر مطلب دیگری رو از راه درست اون یاد نگیرید باعث از بین رفتن انگیزه شما خواهد شد و البته که اگر انگیزه کافی و روحیه کافی برای یادگیری نداشته باشید با هیچ متدی به نتیجه مطلوب نخواهید رسید اگر با انگیزه و روحیه کافی گام در راه فراگیری زبان بگذارید کتاب های آموزشی سطح پایین زبان نیز برای شما مفید خواهند بود و مطالب تازه ای برای شما خواهند داشت حتی کتاب ها و روش هایی که شما قبلا از اونا نتیجه خوبی نگرفته بودید اما با انگیزه و روحیه بالا براتون مفید خواهند بود و برای شما نتیجه بخش خواهند بود اما بدون انگیزه و بدون روحیه کافی بهترین روش های مورد تایید بهترین دانشگاه های دنیا و بهترین اساتید دنیا نیز نتیجه ای براتون نخواهند داشت تمرین شما برای این بحث همانطور که گفته شد همراه شدن با پروسه تغییر تصاویر ذهنی منفی ابتدا تصویر ذهنی منفی و نادرستی که صد جلوی پای شماست رو بیابید و با تکنیک هایی که گفته شد با تصویر جدید و عالی جایگزین کنید مراقبه و توجه لحظه به لحظه به خود رو و تصاویر ذهنیتون رو فراموش نکنید. باز هم تاکید میشه که کلاس زبان که در این درس به عنوان مثال به کار رفت، یک مفهوم و یک مثال از تصویر منفی ذهنیه و دقت داشته باشید که راه فراگیری زبان تنها کلاس زبان نیست و همانطور که گفته شد اگر انگیزه کافی داشته باشید ممکنه نیازی به رفتن به کلاس های زبان هم وجود نداشته باشه و خودتون به صورت خودخان و خودجوش بتونید تمرین کنید و پیش برید. کلاس زبان ممکن مروری بر مطالبی که از قبل میدونستید و یا مطالب جدید باشه اما اثر مهمتر کلاس زبان اینه که شما رو متعهد و مقید کنه که در یک ساعت خاص در یک روز خاص تمرین زبان داشته باشید اگر بتونید خودتون رو مقید کنید و متعهد کنید که در زمانهای خاص و برنامه ریزی شده از روز و هفته تمرین و مرور و مطالعه داشته باشید و به این زمانهای تعیین شده توسط خودتون متعهد باشید شاید نیازی هم به کلاس زبان نباشه و به صورت خودجوش و خودخان میتونید تمرین کنید و پیش برید شادکام و پیروز باشید